تنش میان ایران و اسرائیل به نقطه بحرانی جدیدی رسیده. حمله موشکی اخیر ایران به اسرائیل که در مقیاس و شدت تاکنون در تاریخ بی سابقه بوده، معادلات منطقه را به کلی دگرگون کرده. در پی این حمله، مقامات ارشد اسرائیلی صراحتاً از تلافی سخن گفتند، موضوعی که احتمال تشدید درگیری را به شدت افزایش می‌دهد. سران اسرائیل، برخی نمایندگان کنگره و مقامات پیشین آمریکا و نیز نیروهای اپوزیسیون ایران حتی به وضوح اهداف احتمالی حمله را نیز مشخص کردند. هدف قرار دادن تأسیسات برنامه هسته‌ای، پایگاه‌های موشکی و پدافندی، پایانه صادرات نفتی، مراکز فرماندهی، لوجستیکی و انبارهای تسلیحاتی تنها بخشی از این تهدیدات آشکار بوده. در مقابل، مقامات نظامی ایران اعلام کردند به هر حمله از سوی تل‌آویو واکنش نشان داده و با حملات شدیدتر تأسیسات کلیدی اسرائیل را نابود خواهند ساخت. اما سوال اصلی این است که در صورت وقوع چنین حمله‌ای کدام نقاط استراتژیک اسرائیل بیشترین آسیب پذیری را دارند؟ در این ویدیو ما به این موضوع حساس خواهیم پرداخت. نقاط کلیدی و زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل کدامند؟ چرا این نقاط از اهمیت استراتژیک برخوردارند و چگونه می‌توانند هدف قرار گیرند؟ و مهمتر از همه، آیا این آسیب پذیری ها می تواند بر تصمیم گیری آتی سران اسرائیل تأثیر گذار باشد؟ این تحلیل پرده از واقعیت هایی بر می دارد که کمتر در رسانه ها به آن توجه شده. واقعیت هایی که می تواند سرنوشت منطقه را رقم بزند. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال آدمیرال رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. اسرائیل با مساحتی حدود 22,000 کیلومتر مربع، آسیب پذیری های ژئوپلیتیکی قابل توجهی دارد که ایران می تواند از آنها بهره برداری کند. این سرزمین کوچک با عرضی که در برخی نقاط به کمتر از 15 کیلومتر می رسد، تقریبا تمام نقاطش در تیررس موشک های دوربرد ایران قرار دارد. یکی از مهمترین اهداف احتمالی ایران، تأسیسات هسته‌ای دیمونا در جنوب اسرائیل است. این مرکز به عنوان قلب برنامه هسته‌ای اسرائیل در صورت آسیب دیدن می‌تواند پیامدهای زیست محیطی گسترده‌ای داشته باشد. ایران بارها این مرکز را تهدید به حمله کرده. بندر حیفا، دروازه دریایی اصلی اسرائیل، هدف دیگری است که ایران می‌تواند در نظر بگیرد. این بندر که 99% تجارت دریایی اسرائیل از آن عبور می کند، نقش حیاتی در اقتصاد آن دارد. حمله به این بندر می تواند زنجیره تأمین اسرائیل را به شدت مختل کند. فرودگاه بن گوریون، اصلی ترین دروازه هوایی اسرائیل، هدف استراتژیک دیگری است. این فرودگاه که سالانه بیش از 20 میلیون مسافر را جابجا می کند، در صورت آسیب دیدن ارتباط هوایی اسرائیل با جهان خارج را قطع می کند. در جنگ اخیر غزه، حماس توانست با شلیک راکت این فرودگاه را برای مدتی تعطیل کند که نشان می دهد حتی گروه های کوچک نیز می توانند آن را به راحتی تهدید کنند. تأسیسات آبشیرین کن در سواحل مدیترانه که 70% آب شرب اسرائیل را تأمین می کنند، اهداف حساس دیگری هستند. اسرائیل با 5 تأسیسات بزرگ روزانه 600 میلیون متر مکعب آب تولید می کند. آسیب به این تأسیسات می تواند بحران آب ایجاد کند. حدود 70% برق اسرائیل از گاز طبیعی تولید می شود که عمدتاً از میادین دریایی تأمین می گردد. نیروگاه های برق، به ویژان هایی که در نوار ساحلی قرار دارند، اهداف دیگری هستند. حمله به این تأسیسات می تواند شبکه برق اسرائیل را مختل کند. مراکز فرماندهی نظامی، به ویژه مقر فرماندهی ارتش در تل‌آویو، معروف به کیریا، از دیگر اهداف احتمالی هستند. حمله به این مرکز می تواند توانایی اسرائیل برای هماهنگی عملیات های نظامی را مختل کند. سیستم های دفاع موشکی اسرائیل مانند گنبد آهنین نیز می توانند هدف قرار گیرند. این سیستم ها نقش حیاتی در دفاع از اسرائیل دارند و از کار انداختن آنها می تواند آسمان اسرائیل را باز کند.
اما یکی از آسیب پذیرترین و در این حال استراتژیک ترین اهداف احتمالی برای ایران پایگاه‌های هوایی اسرائیل خواهند بود. اسرائیل دارای چندین پایگاه هوایی کلیدی است که نقشی حیاتی در دفاع هوایی و قدرت تهاجمی آن ایفا می کنند. مهمترین پایگاه، پایگاه هوایی نواتیم در جنوب است. بزرگترین پایگاه نیروی هوایی اسرائیل که در حمله اخیر نیز هدف قرار گرفت. پایگاه های تل نوف در مرکز، رامات دیوید در شمال و هاتسور در جنوب اسرائیل نیز از دیگر اهداف احتمالی هستند. این پایگاه‌ها میزبان جنگنده‌های پیشرفته اسرائیل از جمله F-35، F-15 و F-16 هستند. نکته قابل توجه این است که حتی آسیب نسبتاً محدود به باندهای پرواز این پایگاه‌ها می‌تواند تأثیری عمیق بر توان هوایی اسرائیل داشته باشد. در صورت حمله موشکی یا هوایی به این پایگاه‌ها، حتی اگر ساختمان‌ها و تجهیزات آسیب جدی نبینند، آسیب به سطح باندهای پرواز می‌تواند نیروی هوایی گران قیمت اسرائیل را زمین‌گیر کند. این مسئله به چند دلیل اهمیت دارد. ترمیم باندهای آسیب دیده، حتی با تجهیزات پیشرفته، زمان بر است. در طول این مدت، جنگنده‌ها قادر به برخاستن نخواهند. هواپیماهای زمینگیر شده اهداف ساکن و آسیب پذیری برای حملات بعدی هستند و هواپیماهای در حال پرواز مجبور به فرار به کشورهای دیگر خواهند شد. اما پناه دادن به این جنگنده ها از سوی پایگاه های هوایی کشورهای دیگر آنها را نیز تبدیل به اهداف مشروع برای موشک های دوربرد ایران می کند. همین مسئله سبب می شود سران این کشورها در تصمیم برای همکاری با اسرائیل دچار تردید شوند. بدون نیروی هوایی فعال، توانایی اسرائیل برای دفاع از حریم هوایی و انجام حملات متقابل به شدت کاهش می یابد. اما ناتوانی در استفاده از نیروی هوایی که همواره نقطه قوت اسرائیل بوده می تواند تأثیر روانی عمیقی بر نیروهای نظامی و مردم اسرائیل داشته باشد. در مجموع اسرائیل علی‌رغم قدرت نظامی قابل توجه با آسیب‌پذیری‌های استراتژیک متعددی روبروست. تأسیسات هسته‌ای دیمونا، بندر حیفا، فرودگاه بن‌گوریون، تأسیسات آبشیرین‌کن، نیروگاه‌های برق، مراکز فرماندهی نظامی، سیستم‌های دفاعی موشکی و پایگاه‌های هوایی همگی نقاط حساسی هستند که می‌توانند هدف قرار گیرند. این تمرکز زیر ساخت‌های حیاتی در سرزمینی با مساحت کم چالش‌های امنیتی جدی ایجاد می‌کند. اسرائیل سرمایه‌گذاری قابل توجهی در سیستم‌های دفاعی مانند گنبد آهنین، فلاخن داوود و پیکان کرده و حتی از سامانه پدافندی پاتریوت و تاد آمریکا نیز بهره می‌گیرد. با این حال حجم و تنوع تهدیدات دفاع کامل را دشوار می‌سازد. چالش اصلی محافظت همزمان از تمام نقاط حساس در برابر انواع مختلف حملات است. حمله اخیر ایران به اسرائیل که تنها محدود به 3 مرکز نظامی بود، نقاط ضعف قابل توجهی را در سیستم دفاعی اسرائیل آشکار کرد. این واقعیت که سامانه‌های پدافندی اسرائیل در مقابله با این حمله محدود دچار مشکل شدند، نگرانی‌های جدی را درباره توانایی این کشور برای مقابله با یک حمله گسترده‌تر ایجاد می‌کند. عملیات ایران چندین پیامد مهم داشت، از جمله اینکه اسرائیل نمی‌تواند با اطمینان کامل روی سیستم‌های دفاعی خود حساب کند. این مسئله میتواند استراتژی های دفاعی و بازدارندگی اسرائیل را به چالش بکشد. همچنین این عملیات تأثیر روانی قابل توجهی بر جامعه اسرائیل داشته و احساس امنیت عمومی را کاهش داده. اما از سوی دیگر آگاهی از این آسیب پذیری میتواند اسرائیل را به سمت اتخاذ رویکردهای تهاجمی تر سوق دهد، زیرا ممکن است احساس کند که بهترین دفاع حمله پیشگیرانه است. این مسئله ممکن است اسرائیل را به استفاده از تسلیحات اتمی ترغیب کند. با این وجود به دلیل گستردگی جغرافیایی، پایگاه‌های زیرزمینی و محرمانه و همچنین شبکه متحدان منطقه ایران، اسرائیل و حتی متحدان غربی آن نخواهند توانست توان پاسخگویی ایران را به طور کامل از بین ببرند.
در عوض مساحت اندک اسرائیل آماج حملات موشکی گسترده قرار خواهد گرفت که دیگر محدود به مناطق نظامی و استراتژیک نخواهند ماند. چنین درگیری میتواند کل منطقه خاورمیانه را بی‌ثبات کند. کشورهای عربی ممکن است مجبور به انتخاب یکی از طرفین شوند. آمریکا به حمایت از اسرائیل خواهد پرداخت، در حالی که روسیه و چین ممکن است از ایران حمایت کنند. این موضوع میتواند به یک بحران بین المللی گسترده تر منجر شود. آینده این تنش‌ها نامشخص است. در حالی که خطر تشدید درگیری وجود دارد، فشارهای بین المللی برای حل و فصل دیپلماتیک نیز افزایش خواهد یافت. نقش میانجیگری کشورهای ثالث میتواند حیاتی باشد. همچنین تحولات داخلی در هر دو طرف میتواند بر مسیر آینده تأثیر گذار باشد. آسیب پذیری های استراتژیک اسرائیل پارادوکسی پیچیده را در سیاست امنیتی تل‌آویو ایجاد کرده. از یک سو تمرکز زیرساخت های حیاتی در فضای جغرافیایی محدود اسرائیل را به شدت آسیب پذیر می کند. از سوی دیگر همین آسیب پذیری انگیزه قوی برای توسعه قابلیت های نظامی پیشرفته و اتخاذ سیاست های تهاجمی تر ایجاد می کند. این وضعیت اسرائیل را در موقعیتی قرار می‌دهد که باید بین اقدامات پیشگیرانه و خطر تشدید تنش‌ها تعادل برقرار کند. در نهایت سوال اصلی این است: آیا اسرائیل می‌تواند راهی برای کاهش این آسیب‌پذیری‌ها بدون تشدید تنش‌های منطقه‌ای پیدا کند؟ آیا این وضعیت می‌تواند منجر به بازنگری در استراتژی امنیت ملی و حرکت به سمت راه‌حل‌های دیپلماتیک پایدارتر شود؟ یا برعکس، آیا این آسیب پذیری ها اسرائیل را به سمت اقدامات تهاجمی تر سوق خواهد داد؟ نظر شما در مورد نقاط ضعف اسرائیل چیست؟ به نظرتان با توجه به این آسیب پذیری ها مقامات تل‌آویو مسیر تشدید تنش را در پیش خواهند گرفت؟ لطفا نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون را لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.